کوسه مشکی بلک که سه پرو شیامی یه هفته دست من بود و الان میخوام تجربیات کار کردنم باش رو با شما به اشتراک بذارم سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری ام و امروز قرار بریم سراغ یه گوشی گیمینگ از کمپانی شیامی آخرین گوشی گیمینگ از کمپانی شیامی بریم ببینیم که چند مرده حلاجه بخش اولی که میریم سراغش طراحی قبلش خوشحالم میکنید اگر ویدیو رو همین الان لایک بکنید دکمه سابسکرایب به کانال رو بزنید زنگوله بغلش هم تب بکنید مجموعا از شما 5 ثانیه وقت میگیره ولی یه دنیا برای من ارزش داره بریم سراغ طراحی این گوشی بلک شاک 3 پرو یه گوشی به شدت بزرگه صفحه نمایشش 7.1 اینچه خیلی بزرگه واسه همین یه بدنه سنگین و یت‌یقور داره فریم دور از آلمینیومه همین فریم دور توی قاب پشتی هم اومده و دو تا رد آلمینیومی توی قاب پشتی هم دیده میشه بقیه قاب پشتی شیشه ایه. بالا و پایین قاب پشتی دو تا شیشزلیه تو شیشزلیه بالا سه تا دوربین و یه فلش و یه میکروفون قرار گرفته توی شیشزلیه پایینم یه درگاه کوچیکه که با تعجب گیمینگ بودن این گوشی میشه ماژولای مختلف مثل فن دسته بازی و از اینجا بهش وصل کرد وسط قاب پشتی هم لوگو بلک که زیرش یه نور LED RGB هستش که به شدت جذابش میکنه این گوشی رو این نورا توی گوشی های گیمینگ زیاد دیده میشه و توی بلک شارک پرو هم هست به غیر از همین لوگو بالا و پایین این زوزنقه ها هم یه نور خیلی کوچیک که دیگه هم هست که اونم بعضی موقع افکت جذابی میسازه همونطور که گفتم فریم این گوشی از جنس آلمینیومه زیر گوشی درگاه تایپسی و میکروفون لبه سمت راست گوشی دکمه پاور و دو تا ایتریگر فیزیکال یا مکانیکال که میاد بیرون که واقعا جذابه خیلی خفنه این پایین یه دکمه هست که وقتی بزنیدش میره تو شارک اسپیس یه فضا که تمام گیما اونجا هست و کل گوشی بهینه میشه برای بازی کردن بالای گوشی جک 3.5 میلیمتری هنسفیری هست چیزی که توی رقیب جدی این گوشی یعنی آروجیفون فون 3 شده آروجیفون 3 جدیدترین گوشی گیمینگ ایسوس که احتمالا به زودی واسه بررسی میاریمش. لبه سمت چپ گوشی خشاب سیم کارت قرار گرفته و دکمه کم و زیاد کردن صدا. توی اون خشاب سیم کارت خبری از مموری اضافه هم نیست یعنی خشاب مموری کارت نیست. اما بریم سراغ پنل جلویی که گفتم یه پنل به شدت بزرگ صفحه نمایش 7.1 دهم ده اینچ خوب یه سری حاشیه هم داره 82 درصد از پنل جلوی صفحه نمایشه بالا و پایین نمایشگر حاشیه است که اون بالا دوربین سلفی و یه اسپیکر دیده میشه این پایینم هم یه دونه اسپیکر دیگه صدای استریو به جذاب که توی گوشی گیمینگ یکی از فیچرهای خیلی خوبه اما مجموعا در مورد طراحی این گوشی میتونم بگم که خیلی بزرگه خیلی ولی یه گوشی گیمینگ و باید به این نکته توجه بکنید که اگر بخواید بازی بکنید هرچی گوشی بزرگتر باشه هم صفحه نمایش بزرگتری رو دارین هم تو دستتون خیلی راحتتر میتونید بگیرید که بازی بکنید باش اینم که گیمینگ دیگه ولی 253 گرم وزن این گوشیه که خیلی اذیت میکنه من فکر میکردم که آیفون 11 پرو مکس من خیلی سنگینه ولی وقتی این چند وقت با این کار کردم فهمیدم که از اون بدترم میشه بزرگی این گوشی یه جوریه که واقعا میتونم بگم که کار کردن باهاش با یه دست خیلی سخته ولی وقتی دو دست میشه معرکه است در مورد کیفیت ساخت و متریال به کار رفته داخلش هم واقعا چیامی کم نذاشته و بلک که سی پرو یکی از بهترین متریال ها و کیفیت ساختار رو داره اما توی بخش طراحی لازم به سیستم خنک کننده این گوشی هم اشاره بکنم که مثل آروجیفون ایسوز خبری از خروجی خاصی توش نیست ولی از سیستم خنک کننده ورژن چهار بلک شارک استفاده میکنه که من نمیدونم از کجا این حرارت میاد بیرون تو آروجی آدم میدید دیگه یه جایی بالاخره وجود داشت که حرارت میتونست ازش بیاد بیرون ولی از تو این نمیدونم کجاست البته نکته که وجود داره اینه که این وسط شیشه است و فلز به کار نرفته کل پنل پشتی و که احتمالا از این شیشه گرما بیرون میاد اینم از این بریم سراغ بخش بعدی که یکی از جذابیت این گوشیه واقعا بخش صفحه نمایش رزولوشن 1440 در 3120 واقعا خفنه قابلیت پشتیبانی از HDR10 هم داره باعث میشه که کیفیت تصاویر توی این نمایشگر واقعا فوق العاده باشه اندازش رو که بار سوم دارم میگم 7 و یک دهم اینچ و پنل امولد این نمایشگر باعث میشه که واقعا نگاه کردن به این گوشی جذاب باشه دو تا ایراد بزرگ داره که الان میخوام تو بخش صفحه نمایش بگیرم یک اینه که این هاشیه های نمایشگرش خیلی منحنیه و بعضی موقع مواجه میشید که توی بازی های مختلف یه بخشی از تصویرتون رفته زیر هاشیه های نمایشگر هاشیه که میگم منظورم این لبه هاشه که خیلی کرف شده کرف شده؟ منحنی شده؟ شده و نقطه ضعف دوم اینه که این نمایشگر ماکسیموم رفرش ریتش 90 هرتزه چیزی که ما توی آروجی فون 344 هرتز میدیدیم توی گوشی های خفن پرچمدار تا 120 هرتز هم رفته واسه یه گوشی گیمینگ به نظرم 90 هرتز عدد پایینیه اما توی تجربه خیلی شاید متوجه این اختلاف 90 تا 120 نشید اما قطعا توی بازی اثر گذاره روشنایی نمایشگر این گوشی هم با توجه به پنل امولدش واقعا قابل قبوله و زیر نور آفتابی یه گزینه داره که میتونید فعال بکنید و واقعا به مشکل بر نمیخورید و میتونم بگم که روشناییش هم واقعا خوبه اما بخش بعدی که میریم سراغش بخش باتریه چیزی که برای گوشی های خیلی مهمه یه باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت توی بلک که سه پرو نهفته شده و عملکرد شارژ به نسبت گوشی گیمینگ معمولیه خیلی خفن نیست تقریبا اگر 24 باش بازی بکنید ماکسیموم میتونید یه صبح تا بعد از بازی بکنید و خیلی نمیشه روش حساب کرد طبیعی هم هست دیگه زیر وار فشارهای زیاد من باش کار کردم و 5000 تا رو انقدر بازی کردم که یه صبح تا بعد از تموم شد اما اگر استفاده معمولی با این گوشی بکنید تقریبا تا یه روز و نصفی حتی دو روز هم میتونه شارژ بکنه اما خب گوشی گیمینگ که نمیگیرن استفاده معمولی بکنه این هم از این نقطه قوت به شدت به تو ویدیو قبلی چهل بار گفته بودم به شدت یکی بود <applause> نکته به شدت جذابش توی بخش باتری آداپتور 65 وات توربو شارژیه که توی جعبش هست باعث میشه که صفر تا صد این گوشی تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه فول شارژ بشه تو نیم ساعت تقریبا 70 80 درصد گوشی رو شارژ میکنه خیلی خوبه چند روز پیش که این قابلیت فسیاج 65 واتی این گوشی رو گذاشتم تو استوری یه نفر اومد گفتش که این باتری زود خراب میشه چون که خیلی زود شارژ میشه یعنی واقعا کمپانی شیامی به این فکر نکرده واقعا عمر مفیدش میاد پایین یه ویدیو باید بررسی خیلی دقیق بکنیم به این که اگر گوشی رو فست شارژ شارژ بکنی عمر مفیدش کم میشه یا نه باتریش اینم از این بریم سراغ بخش بعدی بخش امنیت جایی که یه حسگر اپتیکال زیر توی این گوشی هست به همراه یه سنسور دو بودی تشخیص چهره عملکرد سرعت حسگر اثر سر انگشتش قابل قبوله خیلی خفن نیست نمیتونم بگم سریع ترین حسگر اپتیکالیه که تا باش کار کردم ولی خوبیش اینه که افکت های مختلف داره و موقعی که انگشتتون رو میذارید روش یه ویبره زیر دستتون میخوره که قشنگ مشخص میشه اون ویبره که تموم میشه گوشی باز میشه یعنی یه حس خیلی خوبی داره آدم میدونه که کی این گوشی باز میشه من این تجربه رو داشتم باش حسگر تشخیص چهرش هم با توجه به دوبودی بودنش خیلی ایمن نیست اما سرعتش واقعا خفنه یه چک بکنیم تموم شد و رفت خیلی خوبه سرعتش از تمام این بخشه که بگذریم میرسیم به دوربین جایی که توی گوشی های گیمینگ خیلی خبری از اتفاقای خارقلاده نیست کل گوشی های گیمینگ از آروژیفون ایسوز از رد مجیک ZTE تا لژیون لنوو تا همین بلک ها خیلی دوربین های خفنی ندارن اما یه سنسور 64 مگاپیکسلی اصلی توی این گوشی دیده میشه به همراه یه سنسور 13 مگاپیکسلی اولترا واید و یه سنسور 5 مگاپیکسلی تشخیص عمق توی تجربه‌ای که من با این گوشی داشتم اکسا تو حالت معمولی که 16 مگاپیکسلی ثبت میشن خیلی شارپنس خوبی ندارن و داینامیک رنجشون خیلی معمولیه روشنایی تصاویر کاملا معمولیه و خبری از اتفاق خاصی تو دوربینش نیست نمیتونم بگم که عکسای خیلی خفنی میتونید با این گوشی ثبت بکنید اما وقتی میرید رو حالت 64 مگاپیکسلش یه فرق اساسی میکنه شارپنس به شدت افزایش پیدا میکنه روشنایی خیلی مطلوب میشه داینامیک رنج خیلی بهتر میشه و میتونید خیلی بیشتر زوم بکنید رو عکس بدون اینکه دیتیلش به هم بریزه و اون 64 به اون 16 برعکس خیلی از گوشی هایی که اختلافشون زیاد نیست توی این گوشی من تجربه کردم که خیلی اختلافشون زیاده پارت بعدی که میریم سراغش تو دو بخش دوربین دوربین اولترا وایده که واقعا میتونم بگم خیلی تعریفی نیست صرفا احساس میکنم که شیامی چیزی گذاشته که باشه عکس تو حالت پرچ هم قابل قبولن خیلی اتفاق خفنی نمیفته زیاد اتفاق میفته که پت بزنه توی تشخیص سوژه اصلی از بگگراند ولی بگران رو خیلی خوب میتونه بلر بکنه و اون قابلیت لایف فوکوسی که توی گوشی های سامسونگ است که میتونید میزان بلر شدن بگران رو تعیین بکنید توی اپلیکیشن دوربین این گوشی هم هست که این میتونه خوب باشه عکاسی تو حالت شب هم با این گوشی یه مقدار از نویز ها رو کم میکنه و روشنایی و اکسپوژر رو یه مقدار بیشتر میکنه اما میگم اگر که دوربین براتون مهمه و دوربین میخواید اشتباه میکنید میاید سراغ گوشی های گیمینگ اینم از این این گوشی قابلیت فیلمبرداری فول 4 60 فریم بر رو داره که تو بخش فیلمبرداری میتونم بگم قابل قبوله یعنی یه لول بالاتر از بخش عکس چرا چون یه اپتیکال داره کیفیت تصاویری که تو ویدیوها ثبت میشه خیلی خوبه و سرعت تغییر فوکوس هم قابل قبوله مثل نوت 20 اولترا و آیفون 11 پرو مکس سری نیست ولی واقعا سریه خیلی سری نیست ولی سریه <applause> اینم از این فیلم برداری اسلوموشن هم با این گوشی اتفاق خیلی خفنی توی 1080ش نمیفته 240 فریم بر ثانیه گرفته میشه ولی توی رزولوشن 720 میتونه 1920 فریم بر ثانیه اسلوموشن فیلم فیلمبرداری بکنه که میتونه خوب باشه بخش بعدی که میریم سراغش دوربین سلفی جایی که یه سنسور 20 مگاپیکسلی توی بلک شارک 3 پرو داریم کیفیت عکسای سلفی تو نور خوب واقعا خوبه شارپنس و دیتیل و روشنایی خیلی خوبی داره ولی وقتی نور کم میشه افت قابل توجهی میکنه و نمیشه خیلی روش حساب کرد ولی مجموعا در مورد دوربین سلفیش میتونم بگم که عکسای سلفیش قابل قبوله و تیک میگیره توی بخش سلفی از من اینم از این میرسیم به کجا میرسیم به سخت افزار جایی که باید توی گوشی های گیمینگ خفن باشه یه اسنپ دراگون 865 به همراه 8 گیگابایت رم توی این گوشی که اینجاست دیده میشه البته رم 12 هم داره که این نسخه که اینجا بود رمش 8 گیگابایت بود به خاطر تاریخ ریلیز شدن این گوشی از اسنپ دراگون 865 داخلش استفاده شده چرا چون تو آروجی فون 3 865 پلاس که قطعا اون بهتره و توی بنچمارک ها هم عملکردش از گوشی های گیمینگ جدیدی که عرضه شدن این گوشی پایین تره اما طبق تجربه من توی بازی های مختلف میتونم بگم که همه بازی ها بدون استثنا توی بهترین حالت گرافیکی خودش اجرا میکنه و توشون خبری از لگ و باگ نیست اتفاق خیلی خفنی هم که توی این گوشی افتاد و منو به وجد آورد این بود که اون ورژن چهار خنک کننده بلک شارک خیلی توش خوب عمل میکنه و داغ شدن زیاد توی این گوشی اتفاق نمیفته داغ میکنه ولی نه اونجوری که خیلی باشه و آدمو نگران بکنه مجموعا در مورد عملکرد پردازشی این گوشی میتونم بگم که دیگه چی میخوای دیگه چی میخوای تهشه خیلی خوبه شاید تو بنچمارک ها اتفاق خاصی توش نیفته اما واقعا روونی و راحتی کار با این گوشی توی بخش سخت افزار واقعا به چشم دیده میشه و جذاب. اما تو همین بخش سخت افزار لازمه یه سری نکاتی که فقط مربوط به بلک شارک سی پرو میشه رو بهتون بگم. نکته اول خیلی جذاب، به شدت جذاب، فوق العاده جذاب ایر مکانیکال یا فیزیکال این گوشیه. چیجوری؟ دیوانه هستن. شما وقتی این دکمه رو میزنی یه صدا میده و میره توی بازی و این ایتریگر میاد بیرون و انقدر قشنگ و روون و خوشگل میاد بیرون که حد نداره واقعا هم کار کردن باش راحته انگار که دسته بازی گرفتید تو دستتون واقعا این ایتریگر ها فوقلاده است وارد هر بازی که بشین از گوشه سمت راست وقتی بدید بیاد پایین آیکونا و المانایی که میتونید تو شارک اسپیس عوضش بکنید میاد تو همون محیط بازی این دوتا تا دکمه چپ و راست برای همین است که هر کدومو خواستید میتونید ببندید اگر لازم باشه تو یکی از بازی ها یه دونش به کار بیاد میتونید یکیشو ببندید خیلی راحت یا اگر جفتشو میخواین میتونید جفتشو باز بکنید یا اگر تو بازی از ارتیگر استفاده نمیکنید میتونید با این دکمه کلا پایین و یه خیلی قابلیت دیگه برای حالت گیمینگ که شما میتونید جای یک رو عوض بکنید که کجا زده بشه میتونید گوشیتون رو مدیریت بکنید موقعی که بازی میکنید تمام تمرکز روی بازی باشه میتونید حافظه رم رو خالی بکنید میتونید یه بوست بکنید که فضاهای اشغال شده سی بره و تمام اطلاعاتی که مربوط به گوشی میشه هم این بالا توی یه دایره خیلی کوچیک نمایش داده میشه موقعی بازی اطلاعاتی مثل فریم ریت مثل دمای باتری و فرکانس سی پیو. تمامشون رو توی حالت گیمینگ یا همون شارک اسپیسش میتونید ببینید که واقعا فوق العاده است اصلا همین دکمه شارک اسپیس رو که بزنید گوشی آماده میشه برای بازی دیگه بیا با بازی کن <laughs> اینم از این اما بریم سراغ بخش نرم افزار جایی که مکمل به شدت خوبیه برای سخت افزار رابط کاربری جوی یو آی 11 روی این گوشی هست که بیسش اندروید ده دهه قابلیت ها و امکانات شخصی سازی که این گوشی میده واقعا خوبه خیلی خبری از اتفاقات خارقلاده توش نیست اما دقیقا مثل رابط کاربری میوای شیامی خیلی امکانات شخصی سازی داره که قطعا توی کار کردن با این گوشی تاثیر مثبت براتون میذاره و خیلی کار کردن باش رو روون و جذاب میکنه چند تا قابلیت شخصی سازی رو اگر بخوام بهتون بگم این نوره رو هر بلایی بخواید میتونید این نور پشتش رو سرش بیارید مثل شخصی سازی این Always on Display که هر بلایی میتونید سرش بیارید مثل واسه من که الان اینه و انیمیت این حسگر اثر انگشته تغییر میکنه خیلی کارا میتونید روش بکنید برای شخصی سازی که واقعا جذابش میکنه اینم از این بریم سراغ بخش آخر نه قول نمیدم بخش آخر باشه چون بعدش شاید یه سری چیزای دیگه هم بگم یه تست صدا هم بکنیم توی گوشی های گیمینگ همیشه دو تا اسپیکر استریو دیده میشه که واقعا کیفیت و بلندی صدای خیلی خفنی داره بریم که موزیک همیشه با رو با آروجی فون که نه بلک شارک سه پرو بگوشیم برو بریم این نصف صدا بریم واسه صدا صدا از هر دو تا اسپیکر میاد بلندیش واقعا خیلی زیاده من وقتی این پلی میشه توی ته صدا دیگه صدای خودمو خیلی سخت میشنم و داره اذیتم میکنه اما نکته جذابی که توی بخش اسپیکرش میتونم بهش اشاره بکنم که ربطی به اسپیکرش نداره کیفیت و بلندی صدای اسپیکرش که فوق العاده است نکته جذابش اینه رقص نور میکنه مگه پارتیه این نوره خیلی جذاب میشه موقع پخش موزیک این نوره رو گفتم میتونید شخصی سازی بکنید موقع پخش موزیک یه جور باشه موقع مکالمه یه جور باشه موقع زنگ خوردن یه جور باشه بلاهایی که میتونید سرش بیارید که تو بخش موزیک هم خیلی جذاب میکنه این گوشی رو تقریبا در مورد همیشه صحبت کردم که همیشه صحبت میکنم اما این گوشی گوشی خاصه و بعد یه سری نکات دیگر هم بگم قبل از اینکه نکاتو بگم احتمال داره اون موزیکی که الان گذاشتم و این گوشی رو اینجوری آوردم بالا رو پاک کنیم که کپی رایت نخوره شاید موزیک رو کلا قطعش بکنیم بدونید هم موزیک همیشه بله شده اما بریم سراغ نکاتی که مربوط به این گوشیه نکته مهم اول اینه که سه تا ماژول مختلف برای این گوشی هست که میتونید استفاده بکنید توی ایران خیلی سخت پیدا میشه اما لازمه که بگم اولیش بلک شارک فان کولر که باعث میشه توی یک دقیقه 14 درجه سانتیگراد از دمای گوشی پایین بیاد که به همینجا بس میشه دومیش مگنتیک شارژینگ کابل که توی بخش باتری گفتم 18 وات میتونه گوشی رو شارژ بکنه سومیش هم بلک شارژ گیم پد ورژن 3 که یه سری ماژول دسته بازی توره که میتونید باهاش بازی بکنید و دکمه های اضافی به گوشی اضافه بکنید موقع بازی کردن خیلی خب تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم میرسیم به جنبندی این گوشی یعنی بلک که 3 پرو شیامی الان که وسط های شهریور 99 دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تقریبا با ریجستر قیمتش 26 میلیون تومانه. اما نکته که وجود داره اینه که این گوشی رو با هیچ گوشی دیگه مقایسه نکردم به جز گیمینگ های خودشون چرا دلیلش هم اینه که این گوشی گوشی گیمینگه و نباید با رقبای هم قیمتش مقایسه بشه از نظر من چرا چون باید تکلیفتون رو مشخص بکنید که میخواید گیم بزنید بازی بکنید یا اینکه نه میخواهید همه استفاده ها رو داشته باشید حالا وسطش هم یه بازی بکنید اگر بخوام نقاط قدرت و قوت این گوشی رو بگم یک طراحی خیلی خوبشه از نظر جنس متریال و اینا تو همین بخش طراحی نقطه ضعف هم وجود داره اونم سنگین بودن زیاد و یغور بودنشه و بزرگ بودنش که با یه دست اصلا نمیشه کار کرد اما اون یه بزرگ بودنه شاید نقطه قوت هم باشه برای اینکه بازی کردن باش خیلی لذت بخش میشه نکته دوم صفحه نمایش قوتش کیفیت به شدت خوبشه ضعفش رفرش ریت 90 شه البته بین 60 و 90 سویچ میشه اما خب ما 120 144 میخوایم واسه گوشی گیمینگ نقطه قوت بعدی توی بخش باتری شارژدهی معمولی روبه خوبشه اما آداپتور توربو شارژ 65 واتی هم هست که <تصفح> خیلی خفنه تو بخش بعدی نقطه ضعف دوربینش خیلی ماورایی نیست عکسای خوبی میتونید باش بگیرید محض فان و اما اگر دوربین براتون مهمه اصلا سراغ گوشی گیمینگ نرید کلا چه این چه آروجی فون 3 اما تو بخش سخت افزار با توجه به اتفاقاتی که توی این گوشی افتاده میتونم بگم که یه گوشی فوق برای گیمینگ هم سیستم خنک کنندش هم تریگرای مکانیکالش یه میگم مکانیکال یه میگم فیزیکال من تو کل ویدیو دو تاشو گفتم و هم پردازندش اما اگه خواستید بخرید رم 8 شون بخرید برید سراغ رم 12 که دیگه خیالتون راحت باشه با توجه به اینکه حافظه جانبی هم ساپورت نمیکنه برید سراغ 256 یا 512 چه نفسش از جای گرم بردن میشه گرونه بابا تو بخش نرم افزارم که خیلی اتفاق خاصی نمیفته اما این گوشی رو با توجه به تجربه خودم میتونم بگم که یه گوشی فوق العاده برای بازی کردنه من خودم اصلا گیمر نیستم اما با این گوشی ساعت ها بازی میکردم همینجوری میرفتم تو بتل رویال کالاف بتل رویال بهش میگن حتی در این حدم نمیدونم همون که میری توی جایی فقط میدوی هر کی دیدی با بکشی حتی من اصلا آدم پابجی موبایل نبودم ولی با این گوشی بازی میکردم زدم دیگه کیلم داشتم زیاد 70 80 تا نه مردم این هم از این امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین نکته دیگه ای هست نکته دیگه ای نیست یه چیزی بگم بلک شارک که پرو رقیب جدیش آروجیفون سه آروجیفون سه هم امیدوارم که به زودی بیاد واسه بررسی شاید تو هفته بعدی برسه دستم و توی اون با این گوشی مقایسهش میکنم به خاطر اینکه با اون هنوز کار نکردم اینو با اون مقایسه نکردم خیلی ولی وقتی اون بیاد با این تو ویدیوش مقایسهش میکنم اما این گوشی از آروجیفون دو بهتره اگه بتونید با بزرگیش کنار اینم از این ممنونم از مجموعه دیجی فون که این گوشی خاص رو در اختیار من گذاشت پیج اینستاگرامشون رو این پایین براتون میذارم خواستید بهشون سر بزنید دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین هر سوالی در مورد بلک شارک سه پرو شیامی داشتید بپرسید تو کامنت ها جواب میدم لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه میدونی چرا این آخرش انقدر سوتی دادم چون الان 45 دقیقه است که نان استاپ نشستم روی صندلی و ویدیو بررسی این خیلی طول کشید مرسی از همراهیتون گفتیم همه